المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك. کسی که به راستی توحید رو محقق میکنه حتما باید نسبت به شرک حراسان باشه. ابراهیم علیه السلام و هو امام و محقق للتوحید، ابراهیم علیه السلام که پیشوای توحید هست و کسی که توحید رو محقق کرد، خاف من الشرک، از شرک حراسان بود. فنحن من باب اولا، و از باب اولا ما باید از شرک بترسیم. کیف نخاف من الشرک، معنای ترسیدن از شرک چی و چگونه هست؟ اولا بدراسه التوحید، اولا با مطالعه و فهمیدن توحید هست. و ثانیا بتعلم الشرک حتى لا نقع فيه، و دوم این که توحید رو یاد بگیریم، شرک رو یاد بگیریم تا در شرک مبتلا نشیم. و بالدعاء، و همچنین با دعا کردن، كما دعا ابراهیم علیه الصلاه والسلام، همچنان که ابراهیم علیه الصلاه والسلام دعا کرد. و جنبنی، یعنی یا رب اجعل عباد الاصنام في جانب وانا في جانب اخر بعيدا عنهم، آنچنان که دعا کرد که من را از بت‌ها و معبودان باطل دور بگردان، من رو در یک طرف و اونها در طرف دیگر. نعم، وبالبعد عن المشركين والله اعلم، و همچنین با دوری گزیدن از مشرکان.